سلام، خوش اومدید همگی به ویدیو ویژه خبری امروز بازی فورتنایت. فورتنایت مثل اینکه میخواد اون چیزی که ما میخواییم رو به بازی اضافه کنه و ما قراره چیزهای خیلی جالب رو توی بازی ببینیم، مثل ایونت هایی که قبلا توی بازی اتفاق میافتاد و الان هم قراره ایونت هایی در داخل بازی اتفاق بیفته، مثل کنسرتی که فورتنایت داره کم کم تستش میکنه توی بازی و اطلاعاتش رو حتما توی این ویدیو من میگم، چون آهنگای شروع شدنش هم تو فایل های بازی پیدا شده که بهتون بگم واقعا عالی است. و خوشحالم که بعد از مدت ها داریم چنین چیزی رو میبینیم. اطلاعات بیشتری رو از روز رستاخیز، روز قیامت یا دومزده بازی فورتنایت به دست آوردم که توی ویدیو باید در موردش صحبت کنم که بهتون بگم داستان بازی خیلی پیچیده تر شده از اونی که فکر میکردیم و خیلی ها تونستن چیزهای خیلی جالبی رو توی بازی ببینن و در موردش صحبت کنن. بهتون نشون میدم که چجوری بیش از اندازه XP بگیرید. اطلاعاتی رو از استاد ددپول داریم توی این ویدیو، من بررسیش میکنم و خیلی از اخبار دیگه. من سعیمو کردم خبرهای واقعی رو توی این ویدیو پوشش بدم، چون الان خیلی از یوتیوبرها چیزی به نام اپریل فولز رو دارن اجرا میکنن. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، دیروز حرف لایک شد، واقعا ویدیو منفجر کرد. ببینیم توی این ویدیو چیکار میکنیم. و تازه با کانال آشنا شدید، سابسکرایب فراموش نشه، با زنگوله کنارش و خوش آمد میگم به کسایی که تازه با کانال آشنا شدن. خوش اومدید به آیرو گنگ. و بدون هیچ مطلی دیگه ای بریم ببینیم جدیدترین خبرهای بازی فورتنایت چیا هستن. خب اولین موضوع رو من میخوام با مشکلاتی که در بازی فورتنایت وجود داره شروع کنم که کاملا شما از آخرین مشکلاتی که وجود داره با خبر بشید، چون ممکنه فکر کنید که از خودتونه، بدن از خودتون و بازی خودتون نباشه. فورتنایت با اومدن آپدیت جدید نارنجکا رو فعلا حذف کرده و گفته که دوباره برمیگردونه و گفته که نارنجکا به مشکل برخوردن که فکر کنم الان توی بازی نارنجک نمیبینید، برای همونه. و نارنجک خیلی تو بازی تاثیر داره، با اینکه خیلی ها استفادهش نمیکنن، ولی موقعی که شما رو بخواد بگیره قشنگ میگیره این نارنجک ها، توی بازی شما رو اذیت میکنه. از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که مربوط میشه به اپریل فولز در جامعه فورتنایت. اپریل فولز که در اول ماه اپریل صورت میگیره، یه جور مثل دروغ 13، یعنی یک حرف دروغ برای مثلا شوخی کردن و اینجور چیزها که پره توی جامعه فورتنایت و خیلی ها در موردش تویت کردن. فیس وی گفته که از فیس اومده بیرون، دیگه برای فیس بازی نمیکنه، که درست همزمان با اپریل فولز گذاشته که دیگه همه فهمیدن به خاطر اپریل فولزه. و میتونید روی صفحه لیست بازیکنهای فورتنایت رو ببینید که از تیمشون خداحافظی کردن به خاطر اپریل فولز، که همش الکیه بچه ها، اینا همه الکیه، هیچ کسی خداحافظی نکرده. TSMF پیشباز رفته بود یه روز قبل از اپریل فولز، این حرفو زده بود که از فورتنایت خداحافظی کرده به صورت کامل بازی کردنش، که بعدن گفت که سایک که میشه شوخی کردن و اینجور چیزها. و یه چیز خنده دارم بگم که اسکوپت که همتیمی تیفو توی مسابقات حرفه‌ای نوشته که بازی کردن با تیفو رو گذاشته کنار و قراره با کسی به نام پاپین پاپی بازی کنه، که همون لیه جورای لقب خود تیفوه که تیفو از این حرفا میزنه در داخل بازی. ولی اینم یک اپریل فولزه. خلاصه اپریل فولز این روزا ما رو خیلی گیر آورده. از این موضوع اپریل فولز بگذریم، که من خودم وقتی توی توییتر میگشتم میدیدم که همه یکی از اینجور چیزا گذاشتن که همش الکی بود. برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به گرفتن XP در داخل بازی فورتنایت. من خیلی وقت پیش در مورد اصل ها در داخل بازی فورتنایت صحبت کردم دیگه، فکر کنم هرچی من گفتم درست در اومده تا الان، و ما اصل ها رو توی بازی داریم که این اصل ها فقط برای شیلد به دست آوردن شما نیستن و یک چالش مخفی داره که شما وقتی انجامش بدید بیش از اندازه XP دریافت میکنید، به اندازه 40,000 تا، که خیلی اندازه خوبیه. من میخوام جاهای این اصل رو به شما نشون بدم که بریم با هم ببینیم و برگردیم. خب شما اگر این اصلا رو استفاده کنید میتونید چلنجتون رو انجام بدید و 40,000 تا XP رو به دست بیارید. غیر از این ما یه چلنج دیگه داریم که مربوط به کوتوله ها در داخل بازی، کوتوله های باغچه، که شما با انجام دادن چلنج هاشون هم میتونید 40,000 تا XP دیگه به دست بیارید، که خیلی XP که واقعا ارزش انجام دادنش رو داره، چون خیلی راحته. بریم کلیپ های انجام اینا رو هم با هم ببینیم و برگردیم.
خب این از دو تا چالش مخفی که بهتون گفتم و برسیم به یکی دیگه. خیلی چالش مخفی داریم که من براتون بگم. یادتون میاد کوتولایی در زیر زمین من به شما نشون دادم که در ویپینگ وودز وجود داره و به صورت ایستر اگ بود، مثل اینکه اونجا چالش داره که شما با انجام دادن چالشش میتونید اکس پی به دست بیارید، ولی 40000 تا نیست. به هر حال یه چالش خیلی کوچیکیه که شما میتونید انجام بدید. بریم با هم انجام این چالش هم ببینیم. با تشکر ویژه از فایر مانکی که تمام این جاها رو نشون داد و خیلی عالی کار میکنین، لیکر حرفه‌ای و واقعا لیکر عالی. از این موضوع به دست آوردن اکس پی راحت بگذاریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به دومزدی بازی فورتنایت. بهتون در ویدیو قبلی گفتم بچه‌ها ما دومزدی داریم، روز رستاخیز یا روز قیامت. توی ویدیو قبلی واقعا تئوریاتون عالی بود و در موردش خیلی قشنگ توضیح داده بودید و واقعا ازتون تشکر میکنم. من اطلاعات بیشتری رو در موردش به دست آوردم که باید ما بیشتر بهش دقت کنیم توی این ویدیو. دیروز من به شما شی رو که روی صفحه میبینید و نشون دادم و گفتم که این مربوط به روز قیامت و روز رستاخیز در داخل بازی فورتنایت که ما قراره چیزای خیلی بزرگی رو در داخل بازی ببینیم که در گوشه کنار مپ، که این حتما یه کاری رو قراره انجام بده. گفته فایر مانکی رو من دیروز قشنگ نخوندم ولی الان میخوام برای شما بخونم. میگه این اسلحه یا یک سیستمی برای اسلحه هستش که تمام زمین رو میتونه نابود کنه، تمام زندگی روش رو میتونه داغون کنه و میتونه یک پایانی برای زمین باشه که در موردش صحبت کرده بود، که نوشته بود The End Event 2.0 که اینو دیروز گفته بود، ولی بازیکنها این دفعه گلیچ کردن و اطلاعات بیشتری رو در موردش به دست آوردن که اینش جالبه و ما قراره در مورد این بیشتر صحبت کنیم. به گفته فورتوری که روی صفحه میبینید، این دستگاه بزرگ که یکی از اون دستگاه های دومزی در داخل بازی فورتنایت که الان دورور ایجنسی قرار گرفته، توی لابی و در بخش بتل پس قراره به نمایش در بیاد، که فورتوری نوشته که استیجاشو دارن بازیکنهای فورتنایت میبینن، که میتونید روی صفحه ببینید لوله هایی در بخش بتل پس داره پخش میشه، این ور اون ور به قسمت‌های مختلف بخش ایجنسی داره وصل میشه، یعنی یه چیزی داره تغییر میکنه در ایجنسی. بچه‌ها حواستون باشه که بتل پاسی که شما دارید توی بخش لابی میبینید همون داخل ایجنسیه که شخصیت‌ها وایسادن و کلا برای خودشون نشستن و این لوله‌ها داره دور ور این لابی قرار میگیره و عکس‌های دیگه‌ش هم میتونید روی صفحه ببینید که بازیکن‌ها با گلیچ کردن دارن توی لابی اصلی هم میبیننش، که اگر شما دیدید حتما تو کامنت‌ها بگید که واقعا به نظر من عجیبه، من خودم نتونستم ببینم، خیلی سخته برای بازیکن‌ها که ببینن، خیلی شانسی این موضوع پیش میاد. فورتوری از این موضوع خیلی فراتر هم رفته، علاوه بر این که تونسته دور بر ایجنسی اینو نشون بده به صورت کامل، تونسته در داخل لابی هم اینو نشون بده و گفته که این دستگاه قراره در داخل بتل پاس یا همون بخش داخل ایجنسی قرار بگیره که توی بازی به نمایش در اومده. بریم با هم این کلیپ ها رو ببینیم. خب همونطور که دیدید واقعا دستگاه‌های بزرگی‌ان و خیلی حرفه‌ای‌ان. من یه ذره تو دلم میگشت که شاید برای اپریل فولز باشه، ولی دیگه الان میگم که 100% برای اپریل فولز نیست، چون اپریل فولز دیگه فورتنایت تا الان کاری نکرده و فکر نکنم بعد از این کاری کنه. همونطور که روی صفحه میبینید فورتوری نوشته که علاوه بر این که این قراره روی بتل پاس به نمایش در بیاد، این اندازه هایی که میبینید خیلی بزرگن، من برای این کارو کردم که بشه به نمایش در آورد و جاهای مخصوصش این جاها نبودن، یعنی اینایی که شما دیدید به صورت بزرگ در داخل لابی قرار گرفته شدن، قرار نیست اینقدر بزرگ در داخل لابی به نمایش در بیان و قراره در جاهای مخصوص قرار بگیرن. ولی فقط این نیست بچه‌ها، موضوع از اینم داره پیچیده‌تر میشه.
فورتنایت میخواد لایو ایونت برگزار کنه دوباره، که من احتمالو میدم که یکی از بهترین لایو ایونت ها در داخل بازی بشه. همونطور که روی صفحه میبینید یکی از لیکرهای تازه وارد در بازی فورتنایت نوشته که فورتنایت بخش شماره معکوس خودش رو دوباره به بازی اضافه کرده، شماره معکوسی که شما برای ایونت کاتوس در برابر ربات بزرگ دیدید، شماره معکوسی که برای ایونت ویزیتور اتفاق افتاد مثل همین به داخل بازی الان اضافه شده، که بازم مثل اینکه ما قراره یک ایونت خیلی بزرگو ببینیم در داخل بازی. و بهتون بگم که این ایونت قراره یکی از بهترین ایونت ها باشه، که بهتون بگم که من خودم هیجان زدم که ببینم چی میشه و شماره معکوس واقعا برای اینه یا برای چیزی دیگه است، که من توی ادامه ویدیو در موردش صحبت میکنم. با توجه به اینکه این دستگاه مربوط به مایدس هم هست، آیا ممکنه مایدس خودشو بخواد تبدیل به یک چیزی بکنه به داستان اورو مربوط میشه یا نه، یا اینکه میخواد به اهدافش از طریقش برسه که مایدس فقط میتونه این کارو بکنه تا جلوی گروه شادو رو بگیره، که باید ببینیم که قضیهش چیه و داره چه اتفاقاتی میفته توی بازی. حتما یه چیزش حداقل به مایدس مربوط میشه و فکر نکنم فورتنایت بخواد داستان مایدس رو همینجوری رو هوا نگه داره. نظرتون در مورد این موضوعات چی بود؟ در مورد دومزدی و روز رستاخیز که من تو این ویدیو به نمایش درآوردم. برسیم به موضوع بعدی که یک موضوع خیلی مهم در مورد کنسرت در داخل بازی فورتنایت. میدونید که تراویس اسکات خیلی در موردش حرف زده میشه، با اینکه اطلاعات جدیدی مربوط بهش در آپدیت جدید اضافه نشد، ولی ما چیزهای زیادی داریم در داخل بازی میبینیم که مربوط به کنسرت ریسکی ریلز دوباره داره روی صفحه سینماش آزمایش انجام میشه توسط فورتنایت، و این حالت آزمایش رو ما قبلا هم دیدیم و در ایونت های قبلی که به صورت لایو بودن دیدیم، که شاید نمیدونید من چی رو میگم. بریم با هم این کلیپ کوتاه رو ببینیم. خب همونطوری که دیدید این شماره معکوسا ما رو خیلی یاد ایونت های مختلفی میندازه که در داخل بازی اتفاق افتاد. مثلا اگر یادتون باشه ایونت استار وارز که اتفاق افتاد، چنین چیزی رو ما دیدیم قبلش و آزمایشی رو فورتنایت انجام داد. میتونید روی صفحه حرف هایپکس رو ببینید که نوشته فورتنایت چیزی رو به نام دیجی بوت توضیح داده در موردش تو فایل های بازی، که مربوط میشه به جایی که دیجی قرار میگیره و چیزهای مربوط به دیجی هم اضافه شده. زیرنویس دی جی، زیرنویس اسمها و مدیا پلیر که آهنگ روش پخش میشه، که کاریه که فورتنایت برای پخش کردن آهنگ به صورت لایو در داخل بازی آماده کرده. نمیدونم، ممکنه تراویس اسکات باشه یا یک دی جی دیگه آورده باشه فورتنایت که ما قراره توی بازی ببینیم. شاید این لحظه شمار مربوط به همین کنسرته باشه که قراره توی بازی اتفاق بیفته و فقط برای ایونت دومزدی نباشه، و دومزدی رو ما قراره خیلی وقت بعدتر ببینیم تا اینکه الان ببینیمش توی بازی، و این لحظه شماری که قراره بیاد مربوط باشه به همین کنسرت. نظر شما چیه؟ شما هیجان زده هستید یا نه؟ نظرتون تراویس اسکات یا یک دیجی دیگه است؟ تو کامنت ها حتما بگید. از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدی مربوط به ددپول و کارایی که ددپول داره انجام میده. بهتون گفتم که یات قراره ددپول تبدیل کنه به جای خودش که دوست داره داشته باشه، و یات قراره تبدیل بشه به اقامتگاه استاد ددپول. چیز خیلی جالبی توی فایل بازی از ددپول پیدا شده که قراره آیتم شاپو خود ددپول عوض کنه برای شما، که قراره بیاد آیتم شاپو جارو کنه و صداش توی بازی پیدا شده. بریم این صدا رو بشنویم که واقعا باحالن. خب همونطور که شنیدید ددپول انگار داره جنگ میکنه و سوت میزنه و میاد اونجا رو خراب میکنه و کلا آیتم شاپو عوض میکنه، که به نظرم چیز جالبیه که فورتنایت قراره اضافه کنه. و همین جمعه هم که ایونت ددپول هست و ددپول چالنجش رو انجام بدید، میتونید توی بازی اونو ببینید. و چیز رایگان هم فکر کنم برای ددپول بیاد که همه بازیکن‌ها به دست بیارنش، فقط باید بمونیم و منتظر باشیم. من میخوام یاتو به شما نشون بدم که توی ویدیو قبلی نتونستم به صورت کامل داخلش رو نشون بدم، که برای خودش ددپول یه جای دی جی داره که خیلی باحاله. بریم با هم این کلیپ رو ببینیم.
خب همونطور که دیدید اونجا رو کرده برای خودش یه جای دیجی و دیگه ددپوله، دیگه از این کارا نکنه باید چیکار کنه توی زندگیش. خب بچه ها این بود از آخرین خبرهای بازی فورتنایت، امروز برای شما خواستم پوشش بدم. در مورد هر یکی از این موضوع نظری داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید، واقعا عالی توضیح میدید شماها. و در مورد ایونت روز رساخیز و دومزی بگم که در فایلای بازی با توجه به اون لحظه شمار در آپدیت 12.4 شروع میشه این موضوع، فایل های مربوط به دومزی قرار از همون موقع به داخل بازی بیشتر اضافه بشه، پس ما باید به این نتیجه برسیم که در آخرای فصل ما قراره ایونت روز رساخیز رو ببینیم که توی بازی اتفاق بیفته و بریم به یک فصل دیگه فکر کنم یا چیزی شبیه این. واقعا موضوعات خیلی عجیب و غریبی داره این روزا اتفاق میفته. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید اگر دوست داشتید این ویدیو رو، و سابسکرایب فراموش نشه اگر تازه با کانال آشنا شدید و برای اولین بار منو دیدید. من تقریبا هر روز ویدیو میذارم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ویدیوهای قبلی رو حتما نگاه کنید و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.